تامین رستمی از فرانکفورت با ماست. تامین، بیشتر به ما بگو از برنامه‌های امروز کنگره و از جزئیات پیشنویس سیاسی که ارائه شده. بله، ولی قبل از اون میخوام که یک مختصر معرفی کنم. حزب چپ ایران فدایان خلق رو، حزبی که حدود 5 سال هست که هویتش رو اعلام کرده و حاصل همبستگی 3 حزب و سازمان هست. امروز اینجا اتفاقی که میفته که روز دوم کنگره هست، در واقع قرار هست یک میزه گردی برگزار بشه تا دقایق دیگه که توی اون به بیشتر به پیشنویس سیاسی امسال کنگره پرداخته خواهد شد. یکی از چیزهایی که در موادی که در این پیشنویس نوشته شده این هست که ما با بقیه جمهوری خواهان به دو شرط اعتقاد به سکولاریسم و گذر غیر خشونت‌آمیز حاضریم که گفتگو کنیم برای ایجاد یک جبهه جمهوری خواه که بشه این جبهه رو تقویت کرد. در کنار من آقای بهروز خلیق هست، از اعضای حزب چپ ایران فدایان خلق. آقای خلیق، در پیشنویس سیاسی تاکید زیادی بود بر اتفاقات اخیر ایران، نوشته بودید که سیمای سیاسی ایران تغییر کرده. حزب چپ فدایان خلق در ماه‌های گذشته چه فعالیت‌هایی داشت؟ ببینید، ما به جهت همین تغییراتی که در جامعه ما به وجود اومده، این جنبش زن و زندگی شکل گرفته، به همین خاطر تلاش کردیم که زودتر از زمانی که مقرر بوده کنگره خودمون رو برگزار بکنیم. به مسئله اصلی که این جنبش در مقابل ما گذاشته، از یه طرف مسئله گذر از جمهوری اسلامی که خواست مردم اینه که حکومت تغییر پیدا بکنه، از یه طرف خواست این که نیروهای اپوزیسیون وارد هم کاری و اطلاق بشه. این کنگره ما در اساس بر در رابطه با این ضرورت هایی که جنبش در مقابل ما گذاشته برگزار می شود. من دیدم که احزاب دیگری رو هم دعوت کردید امروز برای گفتگو. از همین نیاز به گفتگویی که حزب شما دید بیشتر بگید. آره، به جهت این که ما مدت هاست که در جهت اینکه یک اتحاد چپی شکل بدیم و همچنین ثقل جمهوری خواهی، در این رابطه ما تلاش های زیادی کردیم و موفق هم شدیم که همگامی که متشکل از 5 جریان جمهوری خواه هست به عنوان یک ائتلاف شکل بدیم، که از این دوستانم دعوت کردیم که در اینجا حضور پیدا کنن. همچنین از دوستان است که اونهایی که با ما نزدیک هستن و گفتگوهایی داریم به این کنگره دعوت کردیم که شامل یک گروه هایی که برمیگرده، چه اونهایی که در سنخ جمهوری خواهی هستند، چه اونهایی که در سنخ در حقیقت دموکراسی فعالیت میکنن و همینطور جریانات اتنیکی. من در پیشنویس دیدم که نوشته شده گذر توافقی، در واقع روی گذار خیلی تاکید داشتید و روی گذر توافقی، بیشتر در این کلمه توضیح بدید. ببین، این جزء پیشنهادهایی بوده که یکی از دوستانی که عضو کمیسیون سیاسی هست این پیشنهاد داده. خب، ولی این پیشنهاد مورد توافق کمیسیون نبود و در این جلسه هم مطرح شد که رأی نیاورد. بیش از همه ما معتقد هستیم که باید جنبش‌های اجتماعی متکی بشیم، به جامعه مدنی متکی بشیم و با اتکا به این جنبش‌ها بعد امکان فراهم بشه برای تغییر حکومت. متشکرم از شما. در کمتر از نیم ساعت دیگه این میزگرد شروع میشه. همونطور که آقای خلیق هم گفتن، مهمانانی که در این میزگرد هستن همه از حزب چپ نیستن و از احزاب مختلف مهمانهایی روی صحنه خواهند بود و گفتگو خواهند کرد که ما حدود نیم ساعت دیگه با پخش زندش به شما برمیگردیم. ممنونم تامین از گزارشت. حتما با تو برمیگردیم و پوشش زنده این مراسم.